ابتدا نکاتی خدمت دوستانی که در انتخابات اخیر اقدام به خرید و فروش رو رأی نمودند. دوستان گرامی، خودتان نیز خوب می‌دانید افرادی که اقدام به خریدن رأی شماها به قیمت معمولاً 150 تا 200 و مبالغ بیشتر نمودند، به نیت خدمت نیامدند. خدمت فقط شعارشان بود. به نیت استفاده از رانت و قدرت و پر کردن جیبشان و دزدی و مبادرت به خرید رأی‌های شما نمودند. این را بدانید و آگاه باشید، چه بخواهید و چه نخواهید، در این 4 سال هر دزدی و هر حق و ناحقی که انجام دهند، شما نیز که آنها را به خاطر پولی ناچیز انتخاب نموده اید، شریک جرم‌های آنها خواهید بود، چون شما بودید که این افراد را انتخاب نمودید. این 150 یا 200 که گرفتید تو یکی دو روز خرج خواهد شد. شما با این کارتان سرنوشت کشورتان را به دست یک مش متقلب سپرده اید. بنده افرادی را میشناسم که بسیار مقید و مذهبی هستند و نماز میخوانند، ولی به خاطر 150 تا 200 تومان وسوسه شده و رأیشان را فروختند و حتی پا فراتر گذاشته و به دوستانشان نیز زنگ زده و آنها را نیز تشویق به این کار نمودند. آن نمازهایی که میخوانید بخورد به کمرتان که نتوانست شماها را آدم کند. حتی مردم کشورهای بیدین اینقدر مثل شما وطن فروش و پس نیستند و نسبت به کشورشان غیرت و تعصب دارند. همه ی بچه های شما شاهد این کارتان بودند. در آینده تقلب و وطن فروشی را از شما عملا آموختند. بعد موقع صحبت و حرف که می شود، شما ها ادعا می کنید بچه هایتان را با پول حلال بزرگ نموده اید. شمایی که به خاطر 150 تا 200 که تو یک دقیقه خرج می شود، این عمل را انجام داده اید. مطمئن هستم به خاطر پول بیشتر هر کاری را انجام خواهید داد. مثلا شما اشرف مخلوقات هستید. پس فرقتان با آن سگ چیز که به خاطر یک تکه استخوان دم تکان می دهد و اعلام وفاداری و سرسپردگی می کند. این صحبت های تند قطعا به خیلی از شماها بر خواهد خورد، ولی بدانید شنیدن حرف حق همیشه تلخ است. شما عملا با این کارتان به بچه های کوچک و نوجوان و جوانانی که در خانواده هایتان بودند آموزش دادید در آینده به خاطر مقداری پول ناچیز شرف و وجدانشان را زیر پا بگذارند و بفروشند و متاسفانه آنها آینده سازان ایران خواهند شد. شما حتی اگر مسلمان هم بودید، تو زیارت عاشورایتان بارها خواندید که میگوید پس خدا لعنت کند امتی که اساس ظلم و جور را تأسیس نموده است. حالا شمایی که به ابراهیم رئیسی رأی داده اید، آیا جزو این امتی هستید که اساس ظلم و جور را پایه‌گذاری نموده اید؟ از اینها خواهید بود؟ یعنی در این 4 سال اگر قطره خون ناحقی از بینی کسی بریزد، چه برسد که اعدام شود؟ شریک جرم این ظلم و اعدام خواهید بود. چون شما یه نوعی بودید که تک تکتان به انسانی که سابقه سالها اعدام مخالفان و معترضان رژیم را داشت به مدت 4 سال و متعاقب آن 4 سال بعد از آن برگزید و برای 8 سال به او کرسی قدرت داد. از این تاریخ هر جنایتی به دست ایشان در حق مظلومان انجام شود، شما نیز شریک جرم انتخاب خود خواهید بود، چون جزو امتی بودید که با انتخاب این مسئولین بنیانگذار ظلم و جور شدید. حتی اگر 100 سال نماز بخوانید و روزه بگیرید، اما تاریخ عمل ننگتان را در شناسنامه هایتان برای همیشه ثبت نموده است. خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است، روز یکشنبه 30 خرداد به اظهارات وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر بیت رهبر جمهوری اسلامی، درباره انتخابات ریاست جمهوری 1400 تاخته و آن را خسارت بار خوانده است. وحید حقانیان در یادداشتی که خبرگزاری ایسنا روز شنبه آن را منتشر کرد، با اشاره به حضور محسن رضایی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و عبدالناصر همتی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 1400 نوشته بود: حضور این سه رقیب برای جناب رئیسی امداد الهی به حساب آمده و یقیناً باید گفت اینها خود را به گونه‌ای دانسته یا ندانسته خرج انقلاب کردند. او افسوده بود وگرنه با توجه به شرایط رد صلاحیت‌ها، تحریم انتخابات توسط بیگانگان و حتی احمدی نژاد، اگر بعد از کنار کشیدن نامزدهای پوششی این 3 نفر نیز اعلام انصراف کرده بودند ولو وزارت کشور هم قبول نمی‌کرد، یقیناً چالش بزرگی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی به وجود می‌آمد. اظهارات این عضو دفتر رهبر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که انتخابات به گونه‌ای مهندسی شده بود که ابراهیم رئیسی حتما با حضور چند نامزد دیگر برنده انتخابات اعلام شود. خبرگزاری تسنیم در یادداشت خود که بدون نام نویسنده منتشر کرده، بیانیه حقانیان را فی نفسه عجیب و معنادار خوانده و نوشته که او با توجه به عضویت در دفتر خامنه‌ای و
وارد از ورود به مسائلی که نیازی به آن نیست و یا میتواند دفتر رهبر انقلاب را در معرض آسیب‌های بی‌جهت قرار دهد خودداری کند. این خبرگزاری افزوده است انتشار بیانیه‌ای در تحلیل رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری جزو مأموریت‌های این معاونت نیست و به همین دلیل مبادرت با آن میتواند به مثابه یک اقدام ناسواب و به حق قابل نقد باشد. خبرگزاری تسنیم ورود حقانیان به عرصه رسانه‌ای را برای دفتر خامنه‌ای آسیب‌زا عنوان کرده و آن را به گفته این خبرگزاری موجب سوء استفاده برخی معترضان دانسته و نوشته که آنها تلاش کردند انتقام مشارکت معنادار مردم در انتخابات، پیروزی نماینده جریان انقلابی و شکست پروژه تحریم را با طرح اتهام مهندسی انتخابات از مردم و رهبر انقلاب اسلامی بگیرند. انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 خرداد برگزار شد و به گفته وزارت کشور 48.8% از واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند. این اما در حالی اعلام می شود که هیچ نهاد مستقلی در ایران اجازه بررسی میزان مشارکت و نحوه برگزاری انتخابات را ندارد و مراجع حقوقی و سیاسی مختلف روند انتخابات ایران را غیر شفاف می دانند. انتخابات روز 28 خرداد با تحریم گسترده بسیاری از نیروهای سیاسی و همچنین رای دهندگان روبرو شد که از دلایل عمده آن می توان به رقابتی نبودن انتخابات، سرکوب اعتراضهای مسالمت‌آمیز مردم، مشکلات شدید اقتصادی و رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات از سوی شورای نگهبان اشاره کرد. خوش اومدید به جواهری لوجا. سلام و ادب خدمت همه هموطنان. بفرمایید خواهش می‌کنم. جواهری خودتونه. بالاخره بعد از یک سال تلاش سختی من تونستم اینجا رو ثبت کنم، برند جواهری لوجا رو که به نام خودم هست بتونم ان شاءالله ثبتش کنم و این کار کردم و همونطور که میبینید به سختی سعی کردیم که دیزاین اینجا رو یه طوری کنیم که شما دوست داشته باشید و اینجا رو رونمایی کردم دقیقا زمانی که تولد حضرت فاطمه زهرا باشه و چه مناسبتی قشنگتر از روز مادر. روز مادر رو تبریک میگم به تمام مادرهای خوشگل ایرانی و هر وقت فالوورای من، همراهای من خواستن میتونن تشریف بیارن مخصوصا برای روز مادر 10% تخفیف خواهیم شد. جواهری لوجا در 7 سنتر نارمن تشریف بیارید. مبارک هممون باشه ان شاء الله. به دنبال موج برندسازی در صنف طلا و جواهر و ورود ستاره ها در این حوزه، پاسدار بهنوش بختیاری گالری طلا و جواهر روژا را با طراحی متفاوت افتتاح کرد. پرستو بهنوش بختیاری که دارای صفحه بیش از 6 میلیون فالوور تو اینستاگرامه و از نفرات اول رنکینگ این شبکه اجتماعی در ایران به حساب میاد، با انتشار فیلمی کوتاه از گالری طلا و جواهرات خود رسما افتتاح این برند را اعلام کرد. این گالری در مجتمع 7 سنتر در نارمک تهران واقع شده و دارای طراحی منحصر به فرد و دیزاین متفاوت و مجلله و از معدود گالری های طلا و جواهر تهران از نظر سبک طراحی به حساب میاد. صاحب برند طلا و جواهر روژا گالری با ایجاد ارتباط فضای مجازی و کسب و کار سنتی نوید رونق در صنف طلا و جواهر را داده و میتواند به الگوی پیشرو برای رشد فروش محصولات طلایی و افت رکود در بازار مبدل گردد. ورود هنرمندان به هنر صنعت طلا و جواهر و پیوند دو هنر به تجلی و شکوفایی صنعت طلا و جواهر کمک کرده و به یک تحول پویایی در عرضه مصنوعات طلا و جواهر منتهی شده. پیشتر هم دادن طباطبایی با حضور در طراحی طلا و جواهر برندی رو به خود اختصاص داده بود و دو چهره دیگر ورزش و سینما، علی دایی و شاهرخ استخری نیز به افتتاح گالری طلا و جواهر اقدام کرده بودند. به نظر می‌رسد در آینده ای نزدیک گالری روژا به محلی برای حضور هنرمندان و مردم برای خرید طلا و جواهرات تبدیل شده و نوید یک برند استثنایی در صنعت جواهر رو به ارمغان میاره. طلا فروشی پاسدار بهنوش بختیاری که با پرستو بازی و حمایت از حکومت خونبار به دست اومده. دوستان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.